به حضور بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سود عرض بکنم در 120مین قسمت این برنامه خدمتون هستیم. خواستم اعلام بکنم که واقعا در این 120 برنامه و این نزدیک 3 سال برنامه داره پخش میشه، واقعا همراهی و همدلی شما دوستان گرامی، کامنت ها و نظرات بسیار خوب و انتقاد سازنده که به ما اعلام میکنید واقعا به ما راهکار داده و این راه سخت میسر نبود به جز اینکه واقعا همراهی شما باشه و دوستی که با شما بینندگان عزیز و ارجمندی که برقرار شده در ایران فردا و امیدواریم در آینده هم بیشتر بشه و ما در خدمتتون باشیم. خدمتتون عرض بکنم که در این قسمت از برنامه می‌خوایم بحث فوتبال رو با دو تا کارشناس خوب برنامه‌مون، دوست خوبم عادل هردانی از نیوکاسل انگلستان و حمید جباری تقدیم حضورتون بکنیم. می‌خوایم ببینیم که در این یکی دو ماهی که فوتبال تعطیل بوده در ایران و رفته رفته داریم نزدیک میشیم به رقابت‌های فصل آینده لیگ برتر، تیم‌ها چه آمادگی داشتن، چطور داشتن کار میکردن و ببینیم کدوم تیم بهتر تونسته در نقل و انتقالات ظاهر بشه و به همین منظور می‌خوایم بحث و گفتگو بکنیم. امیدواریم که بحث خوبی هم بشه. عادل جان خدمتتون سلام عرض می‌کنم در نیوکاسل انگلستان. منم خدمت شما، تمام همکاران محترمتون، همچنین حمید جلالی عزیز عرض سلام و ادب دارم. آقای جبار خدمتتون سلام عرض میکنم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای امیر خان خسروزیدی و مهمان خوب و محترم و آقای عادل هردانی عزیز در خدمتتون. بسیار ممنونم. خب بریم به نیوکاسل. آقای هردانی میخواستم ببینم که شما بالاخره روزنامه ها و سایت ها و جراید رو رصد میکنید، استقلال و پرسپولیس و سپاهان و تراکتوری که بالاخره اینا، خب میخوام بگم ما مدعی هستیم، نفت تهران، خواستم از شما بپرسم، همچنین فولاد خوزستان، استقلال چطور بوده در نقل و انتقالات، جایی که پرویز مظلومی الان هدایت این تیم رو بر عهده داره؟ من به نظرم استقلال بازم شرایط سختیه، همونطور که دیدیم زیاد تو نقل و انتقالات فعال نبودن. بازیکنایی که گرفتن من فکر نکنم اونطوری که باید باشن نیستن و از نظر کیفی در سطح پایین تری هستن. من به نظرم استقلال در یارگیری زیاد موفق نبوده و شرایط این تیم رو بازم بحرانی مثل سال قبل، همونطور که اول فصل گفتیم این تیم بحرانی، الان هم میگیم استقلال از نظر بازیکنهای خوبی نگرفته و من به نظرم نمیتونه امسالم یه مدعی خوبی برای لیگ امسال باشه. آقای اردانی خب من میدونم که شما بالاخره با جوانان خوزستانی زیاد کار کردید، پدیده ها رو پرورش دادید. این بهنام برزایی که در استقلال بازی میکنه کاپیتان تیم امیدم هست، یه اتفاق خوب افتاد که یه پیشنهاد تمرین با تیم خطافه اسپانیا داشت، خب باشگاه اروپایی در لالیگا بازی میکنه. اما نکته جالب، مربیایی که بالاخره استقبال میکنن بازیکناشون برن در فوتبال اروپا، پرویز مظلومی اجازه رو نداد. من می‌خواستم از شما بپرسم در این شرایطی ما الان بازیکن در اروپا کم داریم و میتونه اضافه بشه، این مخالفت چیه داستانش؟ ببینید پرویز مظلومی مخالفتی که میکنه فقط صرفا به خاطر این که بتونه نتیجه بگیره تو این تیم، چون واقعا تحت فشار پرویز مظلومی در همه از همه طرفه تحت فشار. الان با این شرایطی که پیش اومده و فرهاد مجیدی، همون جریان قبلا امیر قلعه‌نویی و صمد مرفاوی و این مثلا مدیریتی که پیش اومده بود، الان هم همون مدیریت فرهاد مجیدی رو گذاشتن به عنوان مدیر نمیدونم فوتبالی استقلال و این خودش فشار مضاعفی به پرویز مظلومی میاره که واقعا با نتیجه نگرفتن ممکنه که خیلی جابجایی ها به وجود بیاد. من به نظرم پرویز مظلومی داره از تمام ابزاری که الان دستشه استفاده میکنه ولی بازم اون شرط لازمه پیدا نکرده. من در تمام دنیا میبینم وقتی بازیکنی میخواد به تیمای اروپایی ملحق بشه اصلا جلوی پیشرفتش نمیگیرن. ما بزرگتر از مسی و امثال مسی نداریم که از آمریکای جنوبی اومدن تو اون شرایط بحرانی اومدن تو بارسلون و پیشرفت کرد، ولی متاسفانه میگم به خاطر استرس و فشاری که پرویز مظلومی داره نمیذاره هیچ بازیکنی که الان شاید این پیشنهاد دیگه به این بازیکن داده نشه در سالهای آینده از دستش بره و تحت ملامت قرار بگیره. بسیار ممنونم.
آقای جباری، خب تو اون سوی میدون پرسپولیس رقیب استقلال چطور ارزیابی میکنه؟ بالاخره هیئت مدیره جدیدی مثل استقلال اومدن سر کار، با برانکو ایوانکوویچ دارن کار میکنن، در ترکیه هم اردو زدن. آیا تونستن هواداران عظیمشون رو راضی بکنن؟ بالاخره فصل ناکامی رو هم سپری کردن. پرسپولیس هنوز اون شرایط ایدئال خودش رو پیدا نکرده، با اینکه نفرات خاصی رو جذب کرده، ولی تو دو سه تا نقطه هنوز دچار نقص هست و اون نقطه نظرات برانکو ایوانکوویچ رو مرتفع نکردن. ببینید وقتی تیم ها میرن به کشور ترکیه به خاطر این شرایط خوب آب و هوایی و کمپ های مجهزی که اونجا وجود داره و اکثر تیم های باشگاهی که خودشون اونجا آماده میکنن و به دنبال تیم های هستن که بتونن خودشون رو در مقابل اونها محک بزنن، پرسپولیس هم تنهایی داشت رو در نظر گرفته در ترکیه رو بزنه و بتونه چند میداره خوب تدارکاتی رو در این کشور برگزار بکنه. بسیار ممنونم آقای اردانی. خب سپاهان که قهرمان مدافع عمان قهرمانی هست، کمترین تغییر تحولات داشته. خب پادوانی از نفت هم گرفتن و تیم مشخصه که تیمشون خیلی جابجایی نداشته. سپاهان چطور ارزیابی میکنید؟ آقای خسروجدی، ببینید سپاهان سالیان سال به خاطر اینکه ثبات مدیریتی داره، ثباتی که واقعا به تیم کمک میکنه، این تیم الان میتونه مدعی اول کسب قهرمانی تو لیگ امسال باشه. واقعا یه تیمیه که منسجم خیلی خوبه و زیاد مورهای جابجا نشدن، همونطور که میدونه پادانم اضافه شدن، یه موره خیلی کارآمده برای تیم سپاهان و من به نظرم سپاهان امسال مدعی اصلی کسب قهرمانی به خاطر این اون ثباتی که در مدیریت داره. شما نکنید تمام تیمای حالا تمام تیمان اکثر تیما و بخصوص پرسپولیس استقلال واقعا هر سال دو سه تا مدیریت و هیئت مدیره و نمیدونم کلی جنجال به پا میشه، تماشاگرای این مربی میخوان، دو دستگی به وجود میده، رو سکوها اختلاف نظر شدید هست، نمیدونم این مربی خداحافظی میکنه، لیدرها علیه اون مربی شعار میدن و این همش سبب شده که این تیما نتونن نتیجه بگیرن. ولی سپاهان حتی روی سکوهاشون مدیریتشون نظارت داره، یعنی مرسه. این نیست که بیان رو سکو و تماشاگراشون علیه هست، نه اینکه ما منکر این نیستیم که بعضی تماشاگر نماهاشون هستن این کار میکنن، ولی همهشون نیستن، همهشون با باشگاهشون با مدیرشون یک دلن. همین سبب شده که سپاهان دور برگشت و با اون چنین اقتداری بیاد و قهرمان بشه. هیچ کس فکر نمی که سپاهان قهرمان بشه، ولی اومد و قهرمان شد و من بازم مطمئنم امسال یکی از گزینه‌ها و بلکه یکی از اصلی ترین گزینه های قهرمانیه. و تیم فولاد خوزستان که بازم یه 10-15 تا بازیکن سربازش رفتن و 7-8 تا بازیکن جدید گرفته. ببینید همیشه مشکل همین بوده تو فولاد خوزستان، سال قبل هم کلی بازیکن از دست داد به خاطر مشکل خدمتی. متاسفانه در اهواز شرایطی پیش اومده که هر بازیکنی میتونه کارت پایان خدمت و معافیت بخره، به شرایط طوری پیش اومده که اونجا با هزینه های کم شما میتونید کارت پایان خدمت، نمیدونم پاسپورت، کارت ملی، هر چی که بخواید در یک ثانیه به دست میارید و این سبب شده که فوتبال اونجا به این اتفاقات به مشکل بر بخوره. من انتظارم از مدیریت فوتبال فولاد اینه که بیشتر و بیشتر نظارگر این جریانات باشن و حد من اونجا بازیکنای شاهد هستم که با شناسنامه‌های برادرشون، بچه برادرشون اومدن و دارن بازی میکنن و بازی کردن و به خیلی مراحل رسیدن و این ضعف مدیریت اونجا رو میرسونه. متاسفانه نظارت کافی اونجا نیست و همین سبب میشه که فوتبال فولاد اون اقتدار همیشگی رو نداشته باشه. بسیار ممنونم آقای جباری. خب میدونم که شما اخبار رو تیترهایی که در مورد نفت تهران رو زده میشه رو رصد میکنید، چون تعلق خاطر باشگاه نفت و این باشگاه کار کردی. تیمی که علی منصوری الان برای این فصل بسته میتونه مدعی باشه و از حقوقش در لیگ قهرمان آسیا هم دفاع بکنه؟ ببینید آقای امسال مدیریت باشگاه نفت به خاطر اینکه در جمع تشکیل برتر آسیا قرار دارن، امسال سرمایه‌گذاری خیلی خوبی کردن. اینکه سازمان نفت
یه مقدار که چرف کنم بیش از 25% افزایش بده کرده. شما نگاه بکنید و اطلاع حسینی و دیگر رو بکنید جرده که تهران شدن مصاحب با ارقام کم وارد این تیم نمیشن و مدیریت نفس یه برنامه‌ریزی منسجمی رو داره برای اینکه بتونن مقام خود رو در جام باشگاه‌های آسیا به دست بیارن و این فصل به قول معروف خریدشتر رو سکون کردن و بازیکنان خوب و فراز اول جزمون من مطمئنن حرفای زیادی برای گفتن هم بیارن هم جام باشگاه‌های آسیا. بسیار ممنونم آقای هردان. خیلی کوتاه در آخر این قسمت برنامه هستیم. تیم استقلال عباس که یه تیم ریشه دار و قدیمی است در خوزستان، امتیاز فولادومین خرید اومد، اما به تیم حاشیه ها معروف دیگه. این تیم که الان یه 7 8 روز دیگه نقل و انتقال و تمام شده، لیگ میخواد شروع بشه، سیاوش بختیارزاده هم آورده، این تیم اصلا میتونه امسال بمونه تو لیگ؟ من امیدوارم بمونه، ولی مطمئن باشید این تیم گزینه اصلی سقوط، بخاطر اینکه تا الان تا امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم نه استارتی تو تمرینات هست و نه تیمی تشکیل شده. من به نظرم سیاوش بختیاری زاده حالا دوست خوب منه، ولی کار سختی پیش رو داره و یه کاری پذیرفته که واقعا من به نظرم به مشکل برمیخوره و چند هفته اول نگذشته بخاطر اون شرایطی و تماشاگرایی که واقعا توقعشون بالاست و سال بعد از 4-5 سال دوباره برگشته به لیگ برتر، به نظرم خیلی شرایط سخت و حساسیه برای استقلال اهواز. ولی با این شرایطی، با این بازیکنایی که الان هست، چون اونجا من میگم که به خاطر اینکه ضعف بازیکن سازی در خوزستان خیلی مشهود شده، این تیم گزینه اصلی سقوط دوباره به لیگ یک و بازم برادران شفیزاده به خواستشون خواهند رسید. و این نکته خیلی کوتاه، ارسطو جهانداری که الان توی یه هفته یه 50 تا مصاحبه کرده، خواستم ببینم که دوباره یه بحث فساد مالی بعدا اتفاق افتاد، این از کجا، ایشون از کجا پیدا شده؟ اینه نمیدونم، این همون جریانیه که فساد مالی که دیگه مشخصه برادران شفیزاده الان خودتون، خب اصلا خود ایشون مدعی که اصلا شفیزاده های کاری نیستن داریم باشگاه. خب دیگه اونا این مثل یه مترسکی میمونه که حرف بزنه. ما اونجا تو اهواز زمانی هم که من سرمربی بودم هستن کسایی که اونجا به عنوان مترسکن در تیم، یعنی شهرام شفیزاده و علی شفیزاده هر چی بگن اینا منتقل میکنن، حتی بعضی جاها که آقا اینا اصلا هیچ کاره تو تیم هستن، اصلا مالک تیم نیستن. ولی در اصل شما اگه به مصاحبه های یه هفته قبلش برگردی، همش جریانه که شهرام شفیزاده گفت بخریم، شهرام شفیزاده گفت مدیریت اینطور میشه، شهرام شفیزاده گفت اینطوری، پس تناقض زیاده در حرفاش. ولی من مطمئنم که شفیزاده خودشون همه کاره هستن، ولی این انداختن جلو که فردا هر اتفاق افتاد بازم بگن کسی دیگه مسئول بوده و ما هیچ کاره بودیم تو این تیم. بسیار ممنونم از عادل هردانی و حمید جباری که بحثو بررسی کردیم. مطمئنن که لیگ برتر هم شروع بشه، بیشتر در خدمت کارشناسان خوب فوتبال هستیم و بررسی میکنیم. آقای هردانی صحبت نمونم با شما، خداحافظی میکنم. منم از شما ممنونم. آقای جباری صحبت نمونم، من با شما خداحافظی میکنم. بنده هم باعث افتخارم بود که با شما و همه بینندگان عزیز صحبت کردم. برای شما و لحظات خوبی برای شما و همه همتان شما در هر جایی دنیا هستن.